قوت قالب است و برکت سفره های ما. از گندم تا وقتی که آسیاب میشه بعد تا موقعی که به قسمت نانوایی میرسه کیفیتش بالا بره مطمئنن خوب مصرف میشه. نقطه آغازین و زیستگاه این نان جایی نیست جز یک مرکز تحقیقاتی. یک سالی از تولدش گذشته و نامش را طلایی گذاشتند. از مهمترین مشخصات این رقم یکی مقاومت نسبت به زنگ و مهمترین خصوصیاتش زودرسی و مقاوم به تنش کم آبیاری. اینها ویژگی های رقمی است که برایش 12 سال زحمت کشیده شده. یکی از ایستگاه های تحقیقاتی بین المللی در سطح کشور و کشورهای حوزه خلیج فارس است. در این دشت 60 هکتاری از سال 69 تا به امروز 2000 لاین گندم آبی تولید و معرفی شده است. میانگین عملکرد گندم استان که از 3 تن بود ما به 5 تن رساندیم. دکتر کفاشی به همراه تیم خبرش توانسته 32 رقم برتر اصلاح شده را معرفی کند. هر سال 1 یا 2 رقم معرفی رقم داریم. ارقام جدید حداقل برای مدت 4 تا 5 سال به بیماری و مسائل مقاومت خوبی نشان میدن. آنها وضعیت دانه، چروکیدگی دانه، وزن 1000 دانه و کیفیت نانوایی را بر روی رقم‌های متولد شده بررسی می‌کنند. در استان کرمانشاه ما 19 تا شرکت داریم. ما 3 طبقه بذری تو شرکت‌ها نظارت می‌کنیم. بذری پرورشی، 3 بذری مادری و بذری گواهی شده. اینجا یکی از شرکت‌های تولید بذر است. آنها بذر گندم گواهی شده را برای کشت به کشاورزان می‌دهند. شرکت یک شرکت دانش بنیان علف‌های هرز و ما طبق پروسه بوجاری از گندم خارج میکنیم. یک گندم بذری استاندارد تولید میشه. چند سالیست برپایی مراسم روز مزرعه بهانه است تا کشاورزان با آخرین یافته های کشاورزی آشنا شوند. کشاورزان برتر، کشاورزان پیشرو از تمام نقاط استان میان از این مزرعه بازدید میکنن و خودشان به عینه نتایج کار تحقیقاتی رو میبینن. این سنبل های سبز رنگ حاصل رشد و نمو ارقامی مثل هانا، بهاران، رخشان و طلایی است که امروز این چنین قد کشیده و دانه داده. با توجه به رطوبت بالا بود، بارندگی زیادی داشتیم، زنگ واقعا در سطح وسیع بود، سپاشی کردیم، ولی مزارع ارقامی که کش شده خوشبختانه مقاومن و هیچ گونه آثاری از بیماری ندارن و شرایط خیلی خوبی دارن. در هکتار مثلا از 9 تن داریم تا 11 تن بستگی به رقمش داره. مثلا عمل کردش هم بالا بوده. والا خدا رو شکر خوب بوده. این قله سازگار امروز غذای 15 تا 18% مردم جهان را تشکیل میدهد. گندم یکی از غلات بسیار مفید هستش که رکن اصلی غذاهای ایرانی ها رو به خودش اختصاص میده. محتوای ویتامین گروه B بسیار بالایی داره که در آرامش و سیستم اعصاب و افسردگی بسیار تاثیرگذاره. خورشید داغ‌تر از همیشه بر فراز گندمزارها ایستاده و خوشه ها مثل طلا می‌درخشند. زمان برداشت فرا رسیده. آقای شریفی یکی از کشاورزان دشت زهاب است. او 17 هکتار زمین آبیش را زیر نظر کارشناسان کشت کرده. بعضی که در مزرعه هم استفاده کردم بهرنگ اصلاح شده است. 7 تن در هکتار داشته. خدای شکر الحمدلله دارم برداشت میکنم. برداشت گندم از مناطق گرمسیری تقریبا به اتمام رسیده و آنها را به سیلو میبرند. بر اساس آزمایشاتی که انجام میشه ما بهترین گندم ها را از کشاورزان عزیز که حاصل دسترنج این عزیزان هست خریداری میکنیم. برای آرد شدن این دانه های مغذی حالا سیستم های پیشرفته ای در کارخانجات استان نصب شده. دستگاه ما در 24 ساعت قادر به تولید 300 تن آرد هستند. آنها ویژگی های فیزیکی و شیمیایی گندم را بررسی می کنند. آرد تولیدی هم بر اساس روش های آزمون هایی که توی استاندارد ملی ایران هستش ما اونها را به طور روتین و روزانه انجام می دیم. ماها طول می کشد تا گندم نان شود و نانوا آخرین حلقه تکمیل کننده است. این نانوایی 130 سال مال پدر در پدری مانه. آقای ایرانپور یکی از صدها نانوای شهره که قرار است حاصل همه این تلاش ها را به نانی با کیفیت تبدیل کند. آرد هر چی سبوسش بیشتر باشه نانش بهتر. 2 آرد علک بکنی. 3 ماندگاری خمیر تو تاقا. دوست داریم نانی که مردم میبرن سر سفره خوشتم خوشمزه. راضی باشن از دست نانوا کلا. راضی هستید از نانوایی؟ آری.
خدای راضی، خدا ازشون راضی. خلاصه این که هر جا که تنور کیفیت داغ باشد، لطف خدا، امید کشاورز و زحمت نانوا هدر نمی‌رود. هلسا پانیاز، خبرگزاری صدا و سیما، کرمانشاه.